صلى الله عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم سيدنا الغريب ومولانا المظلوم شهيد كربلاء السلام عليك وعلى أخيك بالفضل العباس وعلى أختك الحوراء زينب وعلى جميع المستشهدين بين يديك فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما فلعن الله من حال بينكم وبين ماء الفرات وقاس غيركم بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روز و شب چرا بارد چه خون که دیده چه سن روز و شب چرا از غم کدام غم غم سلطان کربلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بحكام يقومون مقامه لو كان حاضرا في المكان ولعنة الله على أعدائهم لا سيما فلان وفلان السلام عليك يا بقية الله أشهد أنك حي لا تموت حتى تبطل الجبت والطاغوت عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما عزیزان بیننده امیدوارم هر جای این عالم که هستید اوقات ایام به کام همه شما بوده باشد تحت ظل عنایات اعلی حضرت حجت ابن الحسن مقام بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف با برنامه تکیه بین الحرمین از برج مجمع رسانه امام حسین علیه السلام در خدمت همه شما از آن هستیم و میدانید مبحث محوری برنامه تکیه بین الحرمین بررسی مقتل آقا سید الشهدا روحی له الفداست اما حسب آنچه که در مناسبات ایام دیده می شود در تقویم رسانه‌ای امام حسین علیه السلام دههی که در آن هستیم دههی بزرگداشت ولادت حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله بوده است. لذلك این چند برنامه را در صفات جلیله و عظمت حضرت ختمی مآب خاتم خاتم اشرف اعظم انبیا صلی الله علیه و آله مطالبی را خدمت شما عزیزان عرضه داشتیم و امید داریم که هم مرضی رضای مقام بقیت اللهی باشد و هم اینکه همه شما بهره برده باشید از معارف حقه حضرات آل الله صلوات الله علیه اجمعین. مصدری که در آن صحبت می کنیم زیارتی است که مأثور رسیده است به ما زیارت حضرت ختمی مآب صلی الله علیه و آله از راه دور و عباراتی از آن زیارت را مورد مباحثه و مکالمه قرار دادیم. امیدوارم که در ذهن شما بوده باشد آنچه که عرض کردیم. از آنی که تازه به جمع ما پیوستن بدانند که در جلسه گذشته راجع به مقام شاهد سخن گفتیم، مقام شاهدی که
به کرات در قرائن مختلفه، در روایات مختلفه، در آیات کریم راجع به حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین، خاصه خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و امیر عوالم امیر المؤمنین روح الله الفدا بیان شده است. در تفاسیر که مراجعه بفرمایید میبینید جاهایی از آیات نورانیه کلام الله را که حضرات آل الله معنای کلمه شاهد را به رسول حق صلی الله علیه و آله یا نفس رسول حق امیر عوالم امیر روح الله الفدا یا اینکه خود حضرت مولا صلوات الله علیه فرموده باشند که این کلمه در شأن من و شأن نزول این آیه من هستم. خب مسلم است فرقهایی که در کلمه شاهد و شهید هست عرض کردیم و آن حقیقتی که در مفهوم کلمه شهید است، مفهوم بسیار غنی آن. شاهد گواهی که بالمباشره خود هم دخالت در فعل داشته باشد و گذشت. عبارت بعدی که میبینیم در این زیارت نورانیه کلمه الشفیع است. رسول حق صلی الله علیه و آله شفیع است. شفیع معنای آشنا، کلمه ای که نوازش داده است گوش همه ما را به کرات و مرات. مقام شفاعت، درجات مقام شفاعت مورد بحث است. تا آنجا که مقام شفاعتی به نام مقام محمود نقل شده است که آن مقام خاص ختمی مآب صلی الله علیه و آله است و اهل بیت کرامش صلوات الله علیه مجمعین. مقام محمود اگر بخواهم بسیار ساده برای شما بیان کنم این است که برای هر کسی که شفاعت کنند شفاعت مورد پذیرش حضرت حق است. راجع به بقیه مراتب شفاعت نیز چنین است، اما مقام محمود تعمیم دارد، وسعت بسیار زیادی دارد تا آنجا که می شود به این بیان رسید که مقام محمود مقامی است که همگان بر سر آن سفره مهمانند. اما لطائف دیگری در کلمه شفیع می‌بینیم که خوب است هرچند قبل‌ترها اشاراتی داشته ایم ولی اکنون اشارات دقیق‌تری به آن داشته ایم. شفع و وتر، دوی و یکی، باز کلمه‌ای که می‌بینیم کلام الله به آن اشاره کرده است. کلمات نورانیه حضرت حق در سوره فجر قسم یاد کرده از خدا به دوی و یکی. وتر را که می دانید و یکی بودن و وتر موتور را در زمان خودش مطالبی مختصر عرض کرده ایم. باز هم شاید حسب رزق برسیم به آن و خدمت شما عرض کنیم مطالب دیگری را. موضوع الان شفیع و شفع است، دوتایی. بسیاری نظر بر این دارن که شفاعت کبرا، آن شفاعتی که همه را در بر میگیرد و تا آنجا گفته شده است که شخصی را از جهنم وارد بهشت میکند به شفاعت، آن مختص موقف آخر قیامت است. نظر بر این دارند و هرچند از کبار هم هستند بعضی از آنها و نظرشان این است که آن شفاعت، شفاعت کبرا، فقط در موقف آخر روز محشر، روز قیامت است. خب عرصات روز قیامت و زمانی که برای آن بیان شده است 50,000 سال حسب آیه مبارکه کلام الله مجید. 50,000 سال آیا این تعدد سنوات از سنوات دنیایی است؟ چون در بعضی از روایات وقتی نظر حضرات بر این بوده است که میزان محاسبه زمان از جنس سنوات دنیایی است، تصریح به آن کردن، گفتن در خود روایت که مثل سالهای شما، ولی در بعضی از روایات بیان نشده است. اگر ما میزان در سنجش ایام و تاریخ شماری را گردش زمین دور خودش و خورشید بدانیم، خب باز ما میبینیم در روایات آمده است عبارات سال و سنه و به 1000 هم مرکب شده است. 20,000 سنه، 20,000 سال، راجع به خلقت نورانیه، راجع به خلقت عرش، راجع به خلقت قلم لوح، عبارات نورانیهی در کلمات حضرات آل الله است که تعدد به سنه شده است، عدد گذاری با سنه شده است و حال این که هنوز زمین و آسمانی خلق نشده. آنجا چه میگوییم؟ بحث است. بعضی گفتن سالی که آنجا در نظر است سال نوریست یا سال برزخی و قوقای
آرا است، معرکه آراست در این زمینه. اتخاذ قول خاصی الان در این زمینه نداری. مطلب را عرض می‌کنیم و اتخاذ قول با تحقیق بیشتر به عهده شما عزیزان. غرض این که سال و گفته شدن 50,000 سال راجع به قیامت اشاره به زمان بسیار بسیار طولانی است. خب شفاعت را گفتن در آن موقف آخر اتفاق می افتد. این نظری است. میان برنامه ببینیم و نظرات بعد را عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خاکی ره گور، خاکی به لب گور، فشاندیم و گذشتیم. ما مرکم از این عرصه جهان دیمون گذشتیم. چون ابر بهار اون چه از این بحر گرفتی، در جیب صدف پاک فشاندیم و گذشتیم. چون سایه مرغان جهان در سفر خاک آزار به موری نرساندی گذشتی. گر قسمت ما باده و گر خون جگر بود، ما نوبت خود را گذراندیم و گذشتیم. صلوات الله علیک یا مولا یا بقیت الله، صلوات الله علیکم یا آل بیت رسول الله. خب عرض کجاست؟ در مقام شفاعت، شفاعت حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین. سؤال، آیا شفاعت مختص حضرات آل الله سلام الله علیه مجمعین است؟ خیر، حسب آنچه که در روایات ملاحظه می فرمایید، خیلی از امور است که در قیامت مرتبه شفاعت را دارند، شفیع می شوند، مانند قرآن. قطعا و مسلما لزومی ندارد که این قید را برای شما تبیین کنم. قرآنی که به آن عمل شده است، نه قرآنی که فقط ربطال القرآن و القرآن و یلعنه. کسانی هستند قرآن تلاوت می کنند و خود آن قرآن آنها را لعن می کنند، مشخص است برای همهشون. مقاماتی گفته شده است برای کسانی که شفیع هستند و مسلم باز برای همه این را میگویم که کسانی که بیرون از دایره ولایت هستند، اهل خلاف هم بدانند که اذن پروردگار
برای شفاعت لازم است حسب تصریح آیه مبارکه در کلام الله مجید. ولی راجع به حضرات آل الله که ما سخن میگویم در مقام شفاعت، حضرات آل الله مأذون عالمند، مأذونند. ما نبودیم و تمنا ما نبود گوش او ناگفته ما را شنود. سید الشهدا روحی له الفدا در ظهور چند سالگی است در ماجرای حدیث شریف کسا میبینید که ختمی معاب صلی الله علیه و آله به حضرت سید الشهدا میفرماید یا شافع امتی، تو شافع امت من هستی. مهر است برای ابی عبدالله شافع امت. همه حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین شفیعن. مراتب حتی حضرت فاطمه معصومه صلوات الله علیها را می‌خوانیم که این یکی دو روز منسوب به این مجلله عالم است و ورود حضرتش به شهر مقدس قم. شفیع است، شفیع است. اما تمام آنچه که شفیع است، تمام آنچه که در مرتبه شفاعت هست، چه از امور بشریه چه غیر بشریه، در پرتوبه شفاعت کلیه مقام ختمی معاب صلی الله علیه و آله است. حضرت ختمی معاب شفیع مطلق است و ما بقی در پرتوبه حضرتش شفیع دیگران می شود. شفاعت فقط همین است که انسان را از گناه بیرون بکشند، انسان را از عذاب الهی بیرون بکشند و وارد نعم الهی کنند. نه، شفاعت گاهی برای تعالی رتبه نیز به کار می رود. کسی مرتبه‌ای دارد در جنات، خداوند علی اعلی او را مورد شفاعت شفیع قرار می‌دهد و مرتبه بالاتری. با این مفهومی که الان عرض کردم می‌بینیم که تمام مستحق شفاعت شدند، چه نیکان که در بهشت هستند برای تعالی رتبه، چه کسانی که محروم از رحمت الهی هستند آنها نیز نیاز به شفاعت دارند اگر منظور نظر حضرات واقع شود. منظور نظر حضرات واقع شدن آداب خودش را میطلبد، آداب خودش را میطلبد. باید در دایره باشی، باید آنگونه که شایسته است باشی، چون تعلق حکیم به آن چیزی که خلاف حکمت است واقع نمی شود. مسئله بسیار ساده و عقلی است. خب، اما آنچه که راجع به شفاعت کلیه عرض کردم پیشترها نیز اشاره داشته ایم، امشب به مدد ساقی معرفت قمر بنی هاشم صلوات الله علیه تبیین دیگری داریم، از آن این است که آیا شفاعت فقط از زمان مرگ است به بعد؟ آیا شفاعت فقط از زمان احتضار است به بعد؟ یا نه، شفاعت امری است که از ابتدای خلقت بوده است. مقام شفیع بودن حضرات آل الله چگونه است؟ کلمه را در سعه وجودیش ملاحظه بفرمایید. صفت شفیع بودن، صفت شافع بودن از مرحله است، یعنی باید متقاضی باشد تا او شفیع شود. یا نه، اگر متقاضی هم نبود او مقام شفاعت را دارد. قدری دقیق و لطیف شد، عذرخواهی میکنم اگر بیرون از حوصله بعضی است، ولی بدانید که برای مرتبه ای از مفاهیم حقیقیه دانستن این مطلب بسیار مهم است. در صفات حضرت حق میخوانیم که حضرت حق عالمی است حتی اگر معلومی نباشد، رازق است حتی اگر مرزوقی نباشد. چرا؟ چون مقام رازقیت، صفت رازقیت، صفت عالمیت از خود حضرت حق سر میزند. مستر خود اوست، چون کمال حسن همانجاست. در حضرات آل الله صلوات الله علیه مجمعین مطلق صفات نیکو آنجاست، مظهر تمام صفات حسنن حضرات آل الله، بلکه مستر صفات حسنند. بار گفتیم، بارها و کرات و مرات معلوم است، بلکه اگر کسی میخواهد اهل حسن و حسن باشد باید در صراط باشد تا بتواند نیکو و پسندیده عمل کند. اینها مسلم است، ولی قوام آن صفت به خود ولی الله است یا به متقاضی؟ بله، یعنی اگر حال اگر به قالب مثال بنشانم، شاید اساعی باشد در شیوه بیان، نمیخواهم اساعی ادب شود، ولی امیر عوالم، امیر المؤمنین روحی
روحی له الفدا عدل مطلق است. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف عدل مطلق است و العدل المنتظر. بله، حال باید حتما محکمه ای باشد و اعطاء حقی به ذی حقی تا این عدالت را شما درک کنید. بله، ظهورش در عمل است. گاهی ظهور فضائل پیدا می شود، گاهی ظهور آن رازقیت وجد می شود و محسوس مردمان می شود و به چشم می آید، ولی او به حقیقت هستی عادل است. او رازق است، حین لا مرزوق له، هیچ شاید مرزوقی هم نبود، ولی او مقام را دارد. بله، ظهور پیدا می کند. اینجا در علم کلام مبحثی دارند متکلمین که گفتن که نه، صفات طرفینی، و همین فقط عنوانش را عرض می کنم، اگر برای مطالعه کسی می خواهد بیشتر از آنچه که عرض می کنیم بداند، مراجعه کند. صفاتی که طرفینی است، یعنی رازقی می خواهد، مرزوقی می خواهد، نه این که با وجود مرزوق حق رازق می شود، نه خیر، این که نقص است. رازق مطلق است، با وجود مرزوق اون رازقیت حضرت حق به عرصه ظهور می رسد، معلوم می شود برای کسانی که با حواس ظاهری مثلا بخواهند درک کنند، حتی با حواس باطنی، یعنی از مرتبه علم الیقین به مرتبه عین الیقین برسند. تمام. مقام شفاعت حضرات آل الله مقامی است که از آن حضرات است، حتی محشر نشده، حتی قبل از محشر، یا شفیع امتی. و خوانده اید و دیده اید شفاعت را، ظریف و لطیف است، دقت ویژه می طلبد. شفاعت را با همان معنایی که عرض کردیم دوتایی، از بد و خلقت می توانی وسعت معنا بدهی، یعنی همان که واسطه در رزق تو شده است به نوبه شفیع توست، همان کسی که واسطه در بهبودی شما از مریضی که معروف به شفاست، این مسئله شفیع تو شده است که شفای تو را از خدا گرفته است. بلکه آنچه که از حضرت حق فیض به ما میرسد به وسیله حضرات آل الله، از باب الله میرسد، مقام شفاعت را نشان میدهد. شاید حال با توصیف دیگری، با صفات دیگری بیان شد، ولی نمیتوانی که آن را از شفاعت و معنای واسطه بودن حضرات آل الله انتزاع کنی. واسطه کبرا هستند حضرات آل الله صلوات الله علیه، همان گونه که در این زیارتی که مورد بررسی ما و نقد و گفتگوی ماست عرض میکنیم که پیغمبر خاتم شفیع عند الله هست و هنوز من زائر در محشر نیستم که ابتدای شفاعت را بخواهم حس ظاهری کنم. بله، یقین به شفاعت او دارم و تکیه به شفاعت او دارم و تمنای شفاعت از او دارم. تا به عرصه ظهور برسد، خب اقتضای خودش را می کند، زمان و مکان خودش را طلب می کند. در این بحثی نیست، اقتضای زمان و مکان می کند برای ظهور، نه برای ایجادش. بوده است، ظریف است، قدری و دقیق است. امیدوارم که معلوم شد. خود حضرت حق فرموده است حضرات آل الله شفیعند و از بعد تا ختم را شفیعند انشاءالله. و عجل فی فرج مولانا صاحب العصر و زمان. هر جا هستید دعا کنید که در این ملاحم و فتن آخر الزمان مسون باشیم و انشاءالله محضر علی ابن مسرضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هر جا هستیم صلواتی ختم کنیم. یا علی، خدا نگهدار. رزیت کربلا و صوت العقیله تجول مخاطری و دمعی اسیله حرایر کربلا حزن الفواطن دور الضامير دور المآتين نوايب كربلا صرخة يتيمة ترن بموجتي لحن الهضيمه